لیلا علوی عکاس فرانسوی مراکشی که در حمله تروریستی اخیر به هتل اسپلندید و کافه کاپوچینو در پای پایتخت بورکینافاسو به شدت زخمی شده بود در بیمارستان درگذشت او برای سازمان عفو بینالملل در بورکینافاسو کار میکرد به این ترتیب شمار قربانیان این حادثه به سی تن رسید در حالی که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد رئیس جمهوری بورکینافاسو از محل حادثه بازدید کرد از سوی دیگر شاخه القاعده در مغرب اسلامی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته هویت سه از مهاجمان را فاش کرد یکی از بازماندگان حادثه میگوید ما در کافه ماندیم و مهاجمان دوباره برگشتند تا زخمی ها را بکشند به محض اینکه تیراندازیشان تمام شد ساختمان را به آتش کشیدند من سینه خیز از کافه خارج شدم برای آنکه به در برسم مجبور شدم از روی یک جنازه رد بشوم پانزده تن از کشته شدگان حمله تروریستی در بورکینافاسو تابعیت خارجی داشتند.